تعریف ما از انسان خوشبخت و سعادتمند چیست و تعریف الله متعال از انسان خوشبخت و سعادتمند چیست؟ تعریف ما ممکن از انسان سعادتمند این باشه که با کسی میگیم انسان خوشبخت که پول داره، پیسه داره، در همه دینار زیاد داره، قصرهای مجلل، انواع موترها و در آسایش و امنیت به سر میبره. تعریف الله متعال از انسان سعادتمند کسی است که ایمان آورده به وحدانیت او و همچنان اعمال صالح انجام میده و وجود خودش به اخلاق انبیا مزین ساخته است. در بسا از موارد ممکن چون ما اعمال انجام میدیم که از دیدگاه خودمان زیبا و قشنگ باشه، ولی از دیدگاه الله متعال مردود است و در بسا از موارد گذشته از اینکه مورد رضایت او نیست، حتی ما را به سبب اون عمل دوست نداشته باشه. امروز در این کلیپ کوتاه در ارتباط با او افراد اشخاص صحبت میکنم که الله متعال دوستشان نداره. اولین فرد یا اولین شخص چی کسی است؟ منافق. الله متعال جایگاه منافقین حتی در روز آخرت در آتش جهنم در پایین ترین درکه و درجه جهنم قرار داده. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بدون شک منافقین در پایین ترین درکه و درجه آتشند. یعنی چی؟ یعنی اینکه حتی از مشرک، کافر و ملحد حالتش بدتر است. ممکن سوال خلق شود که چرا؟ چون کفر شخص کافر روشن آشکار است و همچنان از این انسان ملحد خدا ناباور دشمنیش آشکار است. از انسان مشرک شرکش و وضاحت دیده میشه که به غیر از الله در واقع سجده برده است و پناه برده است. اما انسان منافق، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند که بدترین انسان، انسان دارای دو چهره است که به نزد یک قومی با یک چهره و به نزد قوم دیگه با چهره دیگه میره. منافق به کسی میگن که از درون با آنچه که بر زبان جاری و ساری میکنه با او ایمان و باور نداشته باشه. الله متعال صفات منافقین در سوره به نام المنافقون بیان میداره و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم. الله متعال میگه چون نگاه کنی به قد و قیافه و قامتشان چنان آراسته و زیبا و شیک میگردن، به زبان ساده تر بگیم که تو را به شگفت وامی دارن. و این یقولو تسمع لقولهم. سبحان الله. الله متعال میگه اگر اونا صحبت کنن چنان شیرین زبانی میکنن، چنان پر محتوا صحبت میکنن که باورشان میکنی و دوست داری که گوش بدی به صحبتهایشان. یکی از صفات دیگهشان چنان شیرین زبان هستند، چنان کلمات و عبارات حسین زیبا به کار میبرند که عیفت میآید که باورشان نکنی. که انهم خوش و مسنده. اما واقعیت امر این است که از درون میان خالی هستند، از درونشان چیز به معنای مکارم اخلاقی و چیز به معنای مکارم انسانی دیده نمیشه. که انهم به مثل این است که خشب و مسنده، مثل یک چوبه که بر دیوار تکیه داده شده باشه. یحسبون کل صیحه علیهم. هر صدایی را و هر ندایی را بر علی خود میپندارن. اگر دیگر را بخوای نصیحت کنی فکر میکنه که بر ما میگه و هر اعتراض را بر علی خود میدانند. افراد اشخاص که در ظاهر یک و از باطن متفاوت است. ما نگاه کنیم در اطراف اکناف خود چقدر انسان ها با این لباس آمدن و چی زندگی هایی را که نظامشه بر هم و در هم کردن. رابطه پدر با پسر، از پسر با پدر، مادر با دختر، خواهر با خواهر، برادر با برادر، حتی با ایمان شما تاخت تاس کرد و تعرض کرد و شما را از را بدر برد. انسان‌های مغرض و منافقین در هر جای گام بگذارن جز دلالت گمراهی چیز برمغان نمیرن. شما گمان نکنیم که دوستی که در واقع عزیزی که گمراه است و صفت نفاق در وجودش است، اونا در ما با اونا ارتباط داشته باشیم اشکالی ندارن. چی انسانان صالحی که
چه انسانان صالح که اعمال صالحشان ترک شد و حتی به کفر ارتداد نزدیک شدن، چه مادران که فرزندانشان دشمن تلقی کردن و چه خانم هایی که در واقع از شوهرانشان به سبب نفاق افگنی اینا جدا شدن. از کجا بدانیم که اینا دارای چه صفات هستن؟ رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در روایت سه صفت اینا را بیان کرده و در روایت دیگه چهار صفتشانه. اولین صفت منافقین چی است؟ ما چرا اینو میخوایم با شما شریک کنم که اگر در وجود من و شما است به این اجزا سلاش کنیم. این امر خطرناک است. این امر خطرناک است. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین در پایین ترین درجه و درجه جهنم بسر میبرند. ببینیم که الله ناخواسته این صفت در وجود ما نباشه که حتی در روز آخرت جایگاه ما از اون کفار که در آتش میسوزن بدتر باشه و الله متعال ما را دوست نخواهد داشت، چون الله متعال منافقین را دوست ندارد که داره چنین صفات هستن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنه، آیت المنافق ثلاث و در اون روایت دیگه میگه چهار است. اذا حدث کذب، چون سخن بگوید دروغ میگه، چون سخن بگوید دروغ. در یک روز ما زمانی که صحبت میکنیم با عزیز، دفتر، خانه، برادر، خیش، اقارب، چقدر دروغ میگیم، چقدر دروغ میگیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک صفت منافقین است، چون صحبت کنند سخن بگوید دروغ میگن. این زشت است. حساب کنیم با خودمان که این صفت خود در وجود ما نیست. اگر است، صفت از صفات نفاق در وجود ما است. و اذا وعد اخلفه، چون وعده میتا خلاف از او عمل میکنه. منافق انسان وعده خلاف است و تو تعهد میده که این کار میکنم، این سخن به کس نمیم، چنین میکنم، چنان. وقتی که چند لحظه یا تو را قناعت بده یا تو را آرام بکنه یا ای که امو اعتماد تا به دست بیاره، وعده های چرب و نرم برد میده. الله متعال مهربانی میگه و اذا وعده، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، و اذا وعده اخلفه. و نشانی سیمش و اذا تو من خانه، چون امانت برش سپرده شوه خیانت میکنه. دوستان عزیز، چقدر انسان ها با این صفات هستن، آنقدر زیاد است تعدادشان. ایره هم از روی تجربه میگم با کسایی که طرف بودیم، دون از شأن انسان های عزیز و بزرگوارا و هم میبینیم دیگه ما در یک جامعه انسانی زندگی میکنیم. و اذا تو من خانه، چون بهش خیانت سپرده شوه، امانت سپرده شوه خیانت میکنه. اگر یک کسی را سوال میکنم یک مبلغ پول برش بتین و بگین که الله متعال بین من و تو شاهد باشه، نه ورقی، نه عریضه، نه این فهم، نه زمانت خطی، و ایلاش کنین برن، آیا دوباره باز میگردن؟ چند فیصد مردم دوباره باز میگردن؟ یک امانت به یک کس بدی دوباره باز بگردن؟ گذشته از این که چنین نمیکنن، حتی در بس از موارد فرد هم زمانتش گرفتی، هم تعهد کرده، هم سوگن یاد کرده، هم دیگری را به زمانت گذاشته، باز ببینین که در امانت خیانت میکنه. این امانت یا مادی از پول، پیسه، درهم، دینار، خانه، موتر، یا ای که بس از موارد معنوی است. یک کسی یک سخن میگی، یک راز دل میگی، یک مشکل تا با در میان میگذاری با خاطر حلش که نبایست با کسی شریک کنه، امانت از سخن تو، ولی به دیگر را قسم میکنه. این صفت سیمون منافقین است. و اذا خاصم فجره، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنه، چون با مخاصمه و جنگ و جدال برمیخیزه، یعنی به جنگ برمیخیزه، باز الفاظ دشنام میده، الفاظ زشت رکیک به کار میبره. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. عزیزان، این خیلی خطرناک است. علایم افراد اشخاصی که الله متعال دوستشان نداره. ان شاء الله ادامه کسان را که الله متعال دوست نداره، ان شاء الله به زودی از طریق یوتیوب چینل ادامهش نشر خواهد شد. احمد شهرام وفایی، دوستان عزیز در یوتیوب داخل شوین، بزنین و اونجا حتما سابسکرایب کنین. و غیر از این ویدیویی که با شما شریک کنم، ویدیوهای زیادی دیگه انشاءالله در یوتیوب چینل هست. سلسله برنامه های سیرت النبی
30 جزء قرآن با تصویر HD و همچنان ترجمه فارسی دری با زیرنویس و همچنان درس های تجوید، درس های مختلف و آموزنده در یوتیوب چینل ما پیدا میکنیم. احمد شهرام وفایی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.